وبه نستعين انه خير و ناصر ومؤين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اگر عدل تو باشد اهل نارم وگر فضل تو باشد شرم سارم سیه اشک و است مگر بخشی به چشم عشق بارم من از خود هم دیگر معیوسم اما به فضل و رحمتت امیدوارم مرا امید عفو توست اما تو حق داری بسوزانی بنارم اگر پرسی چه داری فاش گویم اگر پرسی چه داری فاش گویم نباشد جز گناه در کول بارم اگر چه من نکردم شرم از تو تو پوشاندی گناه آشکارم من از کوی تو می بودم فراری من از کوی تو می بودم فراری تو باز آورده ای پروردگارم ز بس پرونده ام جرمم سیاه است ز پرونده جرمم سیاه است سیاه گردی در روز و روزگارم سیاه گردی در روز و روزگارم سلام و عرض ادب داریم خدمت یکایک شما خوبان و عزیزان امیدوارم هر جای عالم که هستین خوب و خوش و صحتمند باشین و همیشه لباس و عافیت تن داشته باشین شما خوبان و عزیزان بیننده برنامه به وقت بیداری از شبکه جهانی هاد تیوی از شهر مقدس نجف اشرف جوار بارگاه ملکوتی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و السلام به طور زنده و مستقیم هستیم امیدوارم که تا آخر برنامه با ما همراه باشین با احترام و افتخار در محضر کارشناس عزیزمان حجت الاسلام و المسلمین سید مرتضای متحره هستیم سلام علیکم جناب استاد خیلی خوش آمدیم علیکم السلام و, و رحمت الله من السلام و دارم خدمت شما و بینندگان محترم و دستندرکاران شبکه خوب حالی تیوی از خداوند تبارک و تعالی خواهانم به همه ما همه مؤمنین توفیق رهربی راه دین کسب معارف دین و عملی به آن را عنایت کند الطاف و مراحمش را نصیب همه ما و شامل همه ما بنماید ان الله در خدمت شما هست سلامت باشین جناب استاد خیلی خوشحالیم از این که تشریف آوردین در برنامه ما خیلی خوشحال شدیم بینندگان عزیز همانطور که میدانید موضوع برنامه ما شر و تفسیر دعای کمیل است و رسیدیم در فرازهای مبارک حضرت امیر که مناجات می کند با خدا میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم یا الهی و سیدی و مولای و مالک رقی یا من بیدهی ناسیتی یا علیمن ب زری و مسکنتی یا خبیرن به فقری و فاقتی یا رب یا رب یا رب از علوک به حقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسماعک ان تجعل من اللیل و النهار به ذکرک معمور و به که موصوله استاد عزیز در مورد فراسهای مبارک حضرت امیر برای بنده و بینندگان عزیز توضیح اجمال عنایت بفرماید بفرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين حضرة أمير صلوات الله عليه در إن فراز هاي از دعايكم إيل فرمايد يا إلهي وسيدي ومولاي أي خداي من أي آقاي من أي مولاي اي من ومالك رقي أي كسي كي مالک منی تو صاحب منی یا من بیده ناسیتی ای کسی که زمام امور من در دست توست یا من به ذر و مسکنتی ای کسی که به بیچارگی و بدحالی من آگاهی یا خبیرم به فقر و فاقتی ای کسی که به فقر و نداری من با از فقر و نداری من با خبری یا رب یا رب یا, رب یا رب. اسالو بحقک و قدسک حضرت صلوات الله علیه این کلمات را در واقع با این توصیف با این کلمات پروردگار عالم را میخواند بعد حاجتش را مطرح میکند کند بحقک و قدسک خدای تو رو به حق خودت و قداست خودت پاکی خودت قسمت میدم و تو را میخوانم و اعظم صفاتک و اسمائک تو رو به بزرگی صفات و اسمات میخوانم حاجت حضرت چیه خواست حضرت چیه ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکر که معمور اینه که تمام وقت مرا اوقات مرا ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار شب و روز مرا به ذکر خودت آباد گردانی به تعبیر دیگر حضرت میخواد بفرماید که در لحظات ساعات شب و روزی که بگذره بر انسان اگر انسان به یاد خدا نباشه و ذکر خدا را نکند در واقع اون لحظه ها تباهه اون لحظه ها خرابه حضرت میفرماید خدایا شب و روزم را جمعه اوقاتم را با ذکر خودت آباد گردان ان تجعل اوقات من اللیل و النهار به ذکر که معموره و به خدمت که موصوله جميع اوقات مرا در خدمت خودت قرار بده يعني شبم در خدمت تو به روز برسه و روزم در خدمت به تو به شب برسه ان تجعل اوقات من الليل والنهار بذكرك معموره وبخدمتك موصوله واعمال عندك مقبوله خدای از تو میخواهم به حق خودت به اسماء و إنك اینکه اعمالم رو بپذیری اعمال ناقص من اعمال قلیل مرا بپذیره حتی تکون اعمال و اوراد کلها وردن واحده بگونه ای که تمام اعمال من اوراد من ذکری که میگویم اعمالی که انجام میدم همه ورد واحدی که همان ذکر توست باشه به تعبیر دیگر اعمالم را هر عملی انجام میدم از کارم را همه را فقط به خودت خالص کردن به ذکر خودت خالص کردن حتی تکون اعمال و اورادی کلها وردن واحده ورد واحدی باشه این همش سبقه الهی داشته باشه ویجهه الهی داشته باشه بعد میفرماید که وحال فی خدمت کسر و در تمام احوالم در خدمت تو باشم بعد حضرت ادامه میدین ان شاء در خدمت شما هستم بیشتر فرمودین دعا کردن حضرت دعا میکند و مناجات میکند قطعا دعا کردن سلاح مؤمنه مؤمن که از خداوند چیزی میخواید باید حتما دعا بکنه تا خداوند چیزهایی رو که میخواید به او بنده خود عطا بفرماید خب در اینجا برای ما در مورد آداب دعا کردن توضیح نهایت بفرمایید که ما چطوری دعا بکنیم ببینید با توجه به لحن و کلام حضرت امیر سبک حضرت امیر صلوات الله علیه در این دعا و مناجات های ائمه معصومین علیهم و السلام ما به بعض نکات دقیق و مهم برمی خوریم در رابطه با مناجات و سبک مناجات و رویش و دعا کردن یکی این که اصرار بر دعا اصرار بر طلب حاجت از خدا شما وقتی دقت کنید در این کلمات از اول دعا تا اینجا حضرت امیر صلوات الله علیه اصرار میکند بر خواستش با تعبیرات مختلف با کلمات مختلف اصرار بر دعا یکی از راه های استجابت دعا است لازم هم در آیات قرآن و هم در روایت تأکید شده دعا کنید زیاد دعا کنید از یک طرف برای قضاء حوائجه برآورده شدن یعنی حوائجه تأثیر گذاره که انسان برای رسیدن به خواسته اش و نیازش وقتی دست گدایی دست توسل بر به سمت پروردگار عالم خوبان درگاهش را مقربه این درگاه خداوند را واسطه قرار میده به حاجتش میرسه از طرف دیگر چون دعا خودش عبادت و هر میزانی که ما بیشتر دعا کنیم اصرار بر دعا بکنیم بیشتر خدا را عبادت کردیم و این خیلی خوبه از آداب دعا یکی اصرار بر دعا که ما اینجا در تعبیرات از حضرت امیر صلوات الله علیه در واقع به این نکته پی میبریم نکته دومی که در این کلمات مشاهده میشه در کلام حضرت امیر علیه السلام و السلام اینه که خدا را با یک عظمت خاصی با یک قداست خاصی یاد میکند حضرت یا الهی و سیدی و مولای تعظیم پروردگار عالم ولی از آداب دعا کردن اینه لذا در شما در دعای افتتاح میخوانید در ادعای دیگر میخوانید در دعای عرفه میخوانید در دعای ائمه معصومین در دعای امام سجاد علیهم علیه, علیه و سلام جمیعا میخوانید که هرچی دعا از ائمه معصومین صادر شده در ابتدای دعا تقدیس و تسبیح پروردگار عالمه الحمدلله الذی خلق الاشیاء من العدم الحمد لله الذي كسانا الحمد لله الذي رعانا الحمد لله الى آخر <معنی> يوم مثلا آقا ابي عبد الله صلوات الله عليه در دعای معروف عرفه که هست حضرت خب بعد از اون همه حمد و ستایش و بعد بیان احوال خود بعد میگه انت الذي غفرت انت الذي سترت انت الذي خلقت انت الذي عقوی تو چه کار کردی تو چه کار کردی همه اینها رو یاد میکنه و یکی از در واقع راه های اجابت دعا و آداب دعا کردن تقدیس و تسبیح پروردگار عالمه تعظیم پروردگار عالمه که دعا کننده باید در مقام دعا و در مقام نیایش تسبیح خدا کنه تعظیم کنه خدا را همونطوری که ما از حضرت امین صلوات الله علیه در همین دعای پروفیزی کومیل در جاهای مختلف با تعبیرات مختلف از اول دو اللهم اینی اسألو که التي کلتی واسعت کل شای و التي کلتی قهرت بها کل شای در جاهای یا اله و رب و سیدی و مولای و مالک رقی یا من بیده ناصیتی اینا همه تعظیم پروردگار عالمه که حضرت امیر علیه السلام به ما یاد ملود. دعا کنیم وقتی دعا کردن از خدا میخوام خب حمد خدا کنیم ستایش خدای تو ما رو خلق کردی تو ما رو روزی دادی تو ما رو عقل دادی تو ما رو شعور دادی تو به ما نعمت دادی خدای تو خالق همه اشیای خدای تو علیمی تو خبیری اینها در واقع کلمات است که با این کلمات که از زبان ایمه معصومین علیه مصطفی و سلام صادر شده ما در مقام بندگی خدا را تقدیس میکنیم تسبیح میکنیم تعظیم میکنیم و نکته بعدی که از آداب دعا هست که اینجا ما در واقع به آن برمیخوریم اینه که اظهار تزلل اظهار خضوع و خشوع در مقابل پروردگار عالم لذا حضرت امیر صلوات الله علیه میفرماید یا الهی ای کسی که من عبد تو ام تو اله منی تو سید منی بعد میفرمایید که و مالک رقی ای کسی که تو مالک منی یعنی من از خودم اختیار ندارم عبد مراد اینجا عبد مستلح نیست که و مالک رقی یعنی صاحب یعنی مالک چطور مثلا در زمان قدیم بازار غلام فروشی و کنیز فروشی اینها بوده خب مالک اون کنیز بوده مالک اون غلام بوده میفروخته مثل یک متاع حضرت میفرماید تو مالک من من هیچ چی نیست من سراپا در اختیار تو هستم تو صاحب اختیار منی من یا من بیده ناسیتی ای کسی که زمام اموری من در دست توست من چیزی ندارم من چیزی ندارم یا علی من به و مسکنتی ای کسی که آگاهی به بیچارگی و درماندگی منی من یک آدم بیچاره و درماندگی هستم من آدم فقیری هستم یا در تحقیب نماز عصر میخوانیم من الزمان زمان از امام صلوات الله عليه حضرت ما که استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام واساله ان يتوب علي توبه عبد ذليل ضعيف خاضع مسكين مستكين مستجر لا يملك لنفسه نفع ولا ضر اي اختيار نادر لا يملك لنفسه نفع ولا ضر ولا موت ولا حياه ولا نشور وما در فرازهای قبلی از دعای کمیل هم خدمت بینندگان محترم بیان کردیم اونجایی که حضرت علی الله عليه میع عذاب دنیا را با عذاب اخرت مقایسه میکنه میگه خدایا عذاب اخرت عذاب است که فكيف بي وانا عبدك الضعيف الذليل الحقير والمسكين المستكين هیچ آسمان و زمین تحملش نداره وهذا هذا ما لا تقوم له السماوات والارض آسمان و زمین تاب عذاب الهی رو نداره بعد حضرت می فرماید فکیف بی حال من چگونه باشد و انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین در حالی که من یک بنده ضعیف هستم بنده مسکین و بیچاره و درمانده هستم پس یک دیگری از آداب دعا کردن اینه که انسان در مقام دعا در مقابل پروردگار عالم اظهار تزلل کند اظهار خاری کنند همونطوری که واقعا بنده چیزی نیست بنده هیچ چی نیست از نظر قدرت همه چی دست پروردگار عالم این نال الله ما از خدای هر چی داریم از خدا سطح این اعضا و جوارحی که در اختیار ماست هر چی نعمتی که در اختیار ماست مال خداست ولی خدا از ما میگیره خدا به ما میدهد اگر اینا در اختیار انسان باشه انسان هیچ وقت دوست نداره فقیر شود دوست نداره مریض شود دوست نداره دست و پایش از دست بده دوست نداره بمیره خیلی چون از اختیار ما بیرونه این مالی ما نیست مالی ما نیست در حالی که اینا از آن پروردگار عالم خدا نعمت صحت را گاهی به انسان میده و گاهی از انسان میگیره خدا گاهی به انسان پول ثروت میده گاهی از انسان میگیره می خدا گاهی به انسان چیز عنایت میکنه دوباره پس میگیره پس یکی از آداب دعا اینه که ما اونطوری که همون طوری که حق مطلب هم همینه که ما در مقام دعا و در مقابل پروردگار عالم اظهار تزلل، اظهار خاری، اظهار خضوع و خوشان و همون طوری که حضرت امیر علیه السلام در این کلمات با همین تعبیرات خدا را میخوانند اون که امیرالمومنین علی بن ابی طالب صلوات الله علیه، دومین فرد عالم خلقت که ما نمیدانیم. امیرالمؤمنین کیه؟ وقتی عبادت آن حضرت را مناجات آن حضرت را اخلاق آن حضرت را میبینیم در مقام عمل میبینیم مثل یک عبد زلیل یک آدمی که واقعا هیچ چی نداره در مقابل خدا این گونه مناجات میکند و ما داریم که در مقابل عبادت و بندگی زیاد گریه کنید روایت داریم یکی از چیزهایی که انسان را نجات میده گریه کردن بر امور آخرته برای قبره برای قیامته برای اون روزی سخت و وحشت همون طوری که امام سجاد علیه السلام در مقام دعا در دعای ابو حمزه استمالی میفرماید که سوال میکنه چرا گریه میکنه حضرت میفرم ابکل خروج نفس ابکل ذق لحد ابکل ظلمت قبر یا قصه معروفی که تاوس یمانی آمد میگه دیدم حضرت امام سجاد کنار کعبه غش کرده بود گریه میکرد گریه کرد میگه قش کرد رفتم سرشو برداشتم حضرت فرمود که چه کار داری به من وقتی به هوش آمد گفتم آقا جان این چه حالیه که داری شما امام فرزند امام فرزند زهرای مرزیه حضرت فرمود که یا تاوس دعنی حدیث ابی و امی و جدی که من فرزند پیغمبرم فرزند زهرای مرزی هستم فرزند امام حسینم اینار کنار بگذار خداوند بهشت را برای کی خلق کرده برای کسی که خدا را اطاعت, اطاعت کنه ولو ولد قرشی باشد چون حضرت از قرش بود و جهنم را برای کسی که خدا را معصیت کنه خلق کرده حضرت می که بهشت خلق کرده ولو برای عبد حبشی باشد جهنم را خلق کرده برای کسی که گناه میکنه معصیت میکنه ولو از قرش باشه قرش ولد قرشی باشه لذا در مقام دعا و مناجات سبک که ایمه معصومین سیره ای معصومین سیر ای ای علیه السلام و, و سلام بوده که با یک تزلل با یک حالت خضا و خوشوهای خاصی خداوند را میخواند سپاس از شما جناب استاد از آن جایی که انسان مخلوق خداوند خداوند انسان را خلق کرده قطعا انسان از جهت های مختلف نیازمنده برای ما از نیازمندی های انسان توضیح ناید بفرماید که به چه چیزهایی نیاز دارد در امور زندگیشان ببینید انسان گاه خودش را وقت ببیند به تنهایی همه نیازهای خود متوجه نمیشه لذا باید با دعا با مناجات و در مقام دعا وقتی که دقت کند تأمل کند میفهمد که انسان خیلی یک موجود وسیعه یک موجود گسترده یک موجود بسیار بزرگه و دارای های مختلف که انشالله توضیح بیشتر میدیم سپاس کذارم از شما جناب استاد هم بینندگان عزیز انشالله که خداوند ما را از اشخاص قرار بده که در همه حال و در همه وقت اطاعت از خداوند بکنیم و دنبال کلام کلام های ناب اهل بیت علیهم السلام باشیم یک وقفه کوتاه داریم ان بعد از وقفه با ادامه بحثمان در خدمت شما عزیزان و خوبان خواهیم بود الله الذنوب اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبته وكل خطيه اخطاتها شغت بشوارب اللهم اني اتقرب اليك بذكره واستشفع بك الى نفسي وأسألك يا أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك مين سي مدام خدا اللهم إني أسألك زوال خاضع متذلل خاشي أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك السؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وَجَرَتْ قُدْرَتُكْ وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكْ بسم الله الرحمن الرحيم وَبِهِ نستعين إِنَّهُ خَيْرٌ نَاصِرٍ ومؤمن اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان سلام مجدد دارم خدمة شما خوبان وعزيزان از کارشناس عزیزمان سوال شده بود در رابطه با نیازهای های انسان که در طول زندگیشان به چه چیزهایی نیازمند است به دلیل کمبود وقت نشد پاسخ کامل را رای, رای بفرمایید الان در خدمت استاد هستیم با ادامه بحثمان بفرمایید جناب استاد بسم الله الرحمن الرحیم عرض شد که انسان خودش رو نمیتونه بشناسه بدون کمک گرفتن از آیات قرآن و روایات و ادعیه یعنی گاه انسان مثلا اگر به دعایی که از ائمه معصومین علیه مصرات و سلام صادر شده مراجعه نکند ده پونزه تا حاجت از خودت بخواهد یادش میرسن نمیتونه که چیز طلب کنه از خدا توجه دارید؟ با توجه به ادعیه ای که از زبان ائمه معصومین علیه السلام و صادر شده بریم ادعیه صحیفه سجادیه رو بخوایم دعای مکارم الاخلاق رو بخوانیم خصوصا دعای عرفه امام حسین این دعای پروفیز کمیل حضرت امیر صلوات الله علیه و باقی ادعیه رو یا زیارت, نمع زیارت نمع ها و ادعیهی که در مفاتیح به اینها وقتی مراجعه کنیم که ائمه معصومین علیهم الصلاه و السلام چی چیزهایی در چه چی اموری از خداوند چیزهایی طلب کرده انسان میبینه که یک موجود بسیار وسیعه بسیار گسترده است بسیار عمیقه و نیازهای بسیار عجیبی داره نیازهای انسان هم دو گونه انسان در واقع نیاز داره یک نیاز ظاهری داره که همین امورات زندگی روزمره بگذره انسان دعا میکنه خدایا به من خانهی بده به من پولی بده به من مثلا صحت بده به من ولی نیازهای انسان برای امور معنوی خیلی فراتر از این چیز هاست به تعبیر دیگر گستره نیاز دامنه احتیاجات انسان نسبت به امورات نسبت به نیازهای معنویش نسبت به نیازهای ظاهری مثل گستره روح انسان بزرگی روح انسان نسبت به جسم انسان جسم انسان یک موجودی که عمری مثلا 100 سال بیشتر نداره آل نهایتش و اونم محدوده بالاخره در حد خودش نیازهایی داره نیازهایش تعمین شد درسته ولی روح انسان نه روح یک موجود بسیار گسترده یک موجود بسیار عمیقه به یک موجود ابدیه طولانیه یه مثل عمرش 50 سال 20 سال 100 سال اینا نیست ولی روح در قالب این جسم به تکامل میرسد و نیازهای روح خیلی گسترده تره نیازهای معنوی ما اصلاح نفس ما امورات معنوی ما خیلی گسترده تر و وسیعتر و عمیقتر و همچنین پربارتر و مهمتر از امورات دنیاوی و نیازهای جسمانی ماست ولی با توجه به کلمات ایمه ایمه علیهم و سلام وقتی انسان مراجعه کنه ببینه انسان هیچ چی ندارد از خودش هیچ استقلالی ندارد هیچ قدرتی ندارد لذا حضرت امیر صلوات الله علیه در این دامه انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین یا اون مناجات حضرت در مسجد کوفه اله انت الرب و انا العبد انت الغنی و انا الفقیر الى اخره دلالت بر این میکند که انسان خودش چیزی نداره گاهی اگر انسان از خدا غافل میشه گاه اگر انسان متکی میشه می می به اموالش متکی میشه به قدرتش اعتماد میکنه به صحت و عافیتش احتمال میکنه به قوم و او و فاملش دوچار خطا میشه انسان دوچار ظلم میشه اینا هم از غفلته اینا هم از فراموشی ذکر خداست از فراموشی یاد خداست از فراموشی مرگ هست. از فراموشی خود انسانه که انسان خودش وقت خدا رو فراموش کرد خودش رو فراموش کرده آیه در سوره مبارکه حشر هست که خداوند کریم میفرماید ای کسانی که ایمان آوردید متوجه باشید مثل اونهایی نباشید که خدا را فراموش کردن در واقع خودشان را فراموش کردن فانساهم انفسهم کسانی که در واقع این نعمتهای خدا را در دست داره ولی از اینها سوء استفاده می کند. اینها را در مسیر رضایت پروردگار عالم مصرف نمی کند. اینها در واقع خودشان را فراموش کردن کسانی که در حق مردم ظلم می کند, غصب می کند گران فروشی می کند آخر هر ظلم حالا هر خطایی را مرتکب میشه اینا از جهله اینا از غفلته که خودش را فراموش کرده که حضرت امیر صلوات الله علیه در اون کلام زیبا میفرماید مسکین و ابن آدم میگه بیشاره فرزند آدم این موجود زعیفی که پشه او را اذیت میکنه و یک ذره آب در گلویش گیر کنه او را میکشه و تقتله شرقه یا میگه اولش نطفه و آخرش جیفه مرداریه میگه انسان که به خودش بیاید فکر کنه قدرتش رو در نظر بیاره هیچ چی نداره میگه سه چیز اگر نبودی انسان هیچ وقت سری تعظیم در مقابل خودم فرود نمی هوا. به هیچ چیز پابند نبود یکی فقر محلی. یک یکی مرض یکی مرگ اگر این سه چیز نبودی بشر خودش رو بی‌نیاز احساس می‌کرد قرآن کریم میفرماید که ان الانسان لیتغا انسان تغیان میکند ان را آه وقت وقتی خودش را به ببیند یعنی این احتیاج انسان باعث میشه گاهی مهار انسان را بگیرد به خاطر همین توصیه شده برین دعا کنید توصیه شده برین مناجات کنید نماز بخوانید عبادت کنید خدا را. تا فراموش نکنید خودتان که هستید تا به ضعف خودتان به عجز خودتان به بیچارگی خودتان پی ببرید و خدا رحمتش را بر شما نازل کنه خدا لطف کنه در حق شما دست شما را بگیره نجات پیدا کنید برای اون روزی که در واقع گناهکاران تغیانگران سرکشان فرعونیان و همساله اینا در قهر آتش جهنم و در عذاب خدا می سوزد و مورد لعن خدا نفرین خدا و عذاب خدا قرار می‌گیره برای اون روزتون کاری کنید این انتباه آگاهی بیداری یکی از مهمترین راهاش اینه که انسان خودش را بشناسه فقرش را متوجه شوه نیازهایش را متوجه شوه و اونم زمانی به این امور پی میبره فقرش را می ضعفش را متوجه میشه بریم روایات را بخوانیم بریم ادعیه رو بخونید همین دعای ما کاری اخلاق رو بخونید دعای سید همین دعای کمیل حضرت امیر سلام الله علیه بخونید تعبیر بعضی از بزرگان این دعای کمیل حضرت امیر که سراسر به ما درس توحید و مناجات میده چنان از معارف پوره که انا داره منفجر میشه ولی خب با این جلسات و با این حلقاتی که ما در اینجا داریم یا امسا این برمه. حق این دعا ادا نمیشه اونطوری که حقشه ولی ما با توجه به این فرصت محدودی که داریم با توانایی اندک و ناقصه که به لطف پروردگار عالم در اختیار ما قرار داده شده گوشه های یا قطره از دریای معارف این دعا هم شاید نتوانیم باز کنیم که نمیتوانیم لذاست که بر ماست برای توجه و آگاهی بیشتریمون و بیداریمان به مراجعه کردن به کلمات ائمه معصوم علیه مصرات و سلام چون آنها عارفین بالله آنها عارفین واقعیه آنها انسانهای کامل است که خودشان را و بشر را خوب شناخته و خدا را شناخته و نیازهای بشر را شناخته به عنوان معلمان جامعه بشری خدا آنها را در جامعه برای هدایت بشر قرار داده که با تمسک و توسل به آنها و اقتدای به آنها ما هم از خواب غفلت بیدار شویم متوجه شویم و برای اون روزی که انسان ها از همدیگر فرار میکند به نابه تعبیر قرآن آمادگی بگیم سپاس از شما جناب استاد اشاره نمودین به ذکر ذکر گفتن خداون و یاد خداون برای ما از جایگاه ذکر سخن بگوید و همونطور که حضرت امیر در فرازهای مبارکشان میفرماید و انت جل اوقات من و النهار به ذکر که معموره ذکر خداون از چه جایگاهی برخوردار است ببینید ذکر خیلی موضوع مهم و اساسی و سرنوشت ساز در حیات معنوی انسان این ما از همین دعای پروفیز و کمیل حضرت امیر میگیریم که حضرت هم در ابتدای دعا از خدا میخواهد اونجا که اللهم این اتقرب الیک و الیک به و از بک الی نفسه بعد دوباره از ان توزیعنی شکرک و ان منی ذکرک اونجا من فرازوار قدا میخوانم اونجا در ابتدای دعا حضرت میفرماید خدای راه رسیدنی به تو ذکر توست زکرتو. و بعدم چند جمله بعدش میفرماید خدای ذکر تو به من الهام کن من من بعد در این فرازی که امروز میخوانی میشد در خدمت دوستان هستیم و بینندگان محترم حضرت میفرماید که خدایا شب و روزم را با ذکر خودت آباد, آباد گردان ان تجعل اوقات من الليل و النهار به ذکر که معموره خدای شب و روز من را یعنی لحظات عمر من را من را با ذکر خودت آباد کرد و در اخیر این دعا در واقع در ساعت بعد الله اگر توفیق بود خدمت بین محترم بیان خواهیم کرد حضرت اونجا میخواهد از خدایا از تو میخواهم و له جلسان به ذکرک خدای زبانم را با ذکر خودت گویا کرد خواستهای انسان عظمتش بر برمیگرده به خود اون طالب به خود اون دعا کننده انسان ها به میزان اش به میزان عقلش به میزان فهمش چیزهایی از خدا میخواهد طلب میکنه انسان هایی که از امور بالا بیخبرند کسانی که غرق در مادیاتن به یک نه ولو مؤمنا ایمان دارن بیشتر ای خدای به من خانه ای ای خدا به ما پول بده ای خدا به من اما آنهایی که از دنیا بریدند آنهایی که دنیا را خوب فهمیدند دنیا چیه و آخرت چیه آنها خواستشون فرق میکنه شما در همین دعا در دعای مقدس و ملکوتی حضرت امیر صلوات الله علیه وقتی مراجعه می حضرت هیچ وقت از خدا دنیا طلب نکرده مادیات طلب نکرده و چیزهایی که حضرت میخواه اینجا طالب حضرت امیر علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه اون آقایی که بحر علم دروازه علم پیغمبره اون آقایی که فرمود بپرسید قبل از اینکه من از میان شما بروم قبل از اینکه مرا از دست بدید بپرسید بی من راههای آسمانی بهتر از راههای زمین بلدم اون مولایی که خدا آن را حجت خود بر خلقش خلق میگیم انسان نیست فقط حیوانات نیست جن و این همه مخلوقات حتی فرشته ها حتی انبیاء الهی انبیاء الهی با ولی خودش و حجت خودش قرار داده از خدا میخواهد خدای ذکرت رو به من عنایت کن و انتله منی ذکرت و جعل لسان به ذکر کله خدایا شب و روزم را با ذکر خودت آباد گردم پس این خیلی مهمه که مراد از ذکر چیه در اینجا مراد از ذکر فقط این سبحان الله گفتن نیست این ذکر زبانی همین زبان نماز خواندن هست. و دعا کردن و مناجات و قرآن اینا باشه لازمه باید باشه ولی تنها این نیست, نیست. مراد از ذکر حضرت این که تمام وجودش به یاد خدا شب و روزش لحظه هایش کارهایش ده هم ذکر زبانی هم در مقام عمل به یاد خدا باشه در داد و ستد و معاملات و اخلاق و برخوردها و خانواده و اجتماع و هم اینکه قلبش به یاد خدا باشه وقتی حضرت میفرماید خدایا شب و روزم را با ذکر خودت آباد گردم مورد این خدایی من فقط شب رو سبحان الله بکنم نه خدمت به خلق خدا بهترین ذکر خداست قربتن الى الله وقتی کس انجام میده دستگیری از یک مؤمن برای رضای خدا بهترین ذکر خداست درس خواندن زحمت کشیدن کار کردن کسب روزی حلال بهترین ذکر خداست ما روایت داریم الکاد لعیاله کل فی سبیل الله کسی که برای عیالش زحمت میکشه کار میکنه نفقه حلال به دست میاره مثل کسی که در راه خدا شمشیر میزنه توجه داریم لذا جایگاه ذکر جایگاه بالا است که اقلش همینه که ما به یاد خدا باشیم زبانمان به یاد خدا باشه نماز بخوانیم روزه بگیریم فرصت که ذکر ذکرهایی گفته شده ذکرهایی که در روایت آمده لا اله الا الله خیلی سفارش شده صلوات بر پیغمبر اکرم و اهل بیتش علیه مصلاحات و سلام خیلی تأکید شده تسبیح و تقدیم اینا هست اینا باید باشه اینا لازمه ولی خب این کافی و کامل نیست به اینکه انسان اگر وجودش قلبش کار برام اما با ذکر خدا آباد شد یعنی هیچ وقت شیطان نمیتوند در قلب اونو فوز کنه در واقع ذکر خدا صد ذکر خدا اصل هست دعا ذکر خداست به خاطر همین میگه دعا سلاح مؤمنه در روایت با این سلاح شما در واقع جلوی نفوذ شیطان را میگیری گاهی شیطان از راه غضب وارد میشه انسان را در واقع وقتی انسان غضبناک میشه شیطان وارد میشه بر انسان مسلط میشه فحاشی میکند انسان کتک میزند فوش هر کدوم حرامه در حلقه در جلسه قبلی خدمت بینندگان محترم بیان کردیم گاهی یک لحظه بد اخلاقی انسان از سالها زحمتش عقب میاندازه و داشته هایش را هدر میده ذکر خدا باعث میشه انسان خودشو کنترل کنه گاه انسان در مقابل مال قرار میگیره پول قرار میگیره اموال مردم دست ماست بیت المال دست ماست وقتی به یاد خدا باشیم یاد خدا یعنی که خدا رو برای اعمال خود ما ناظر میدانیم دست درازی نمی کنیم به اعمال مرد رشوت نمی گیریم به بیت المال خیانت نمی کنیم سهم امام رو در جایش مصرف می کنیم از مال امام وقتی از سهم امام زمان علیه السلام ارتزاق می کنیم، روزی می خوریم، در جایش مصرف می کنیم درس می تلاش می کنیم تمام مشکلات از فراموشی یاد خداست از غفلت از یاد خداست و حضرت امیر علیه السلام اگر دعا می کند که خدای شب و روزم را با ذکر خودت آباد گردان شب و روزم را با ذکر خودت آباد کن من اینه که آن از یاد خدا غافل نباشم میخوابم به یاد خدا بخوابم بلند میشم به یاد خدا بلند شم کار میکنم زحمت میکشم عبادت میکنم همش با ذکر خدا بعد خب اینا اثرات داره یکی از آثار ذکر قبلا بیان کردیم در جلسات اول ظاهرا دعای فیض کمیل بوده حضرت میفرماید که وقتی از خدا میخواهد خب معناش اینه که هر چی انسان خدا را ذکر کنه خدا هم او را ذکر میکنه همونطور که خدا خودش میفرماید فذکرونی از منو یاد کنید ذکر کنید منم شما را یاد میکنم کسی رو که خدا یاد کنند به خیر و صلاحش یاد میکنند به هر میزانی که ذکر خدا رو بیشتر کردیم خدا ما را یاد کرد تقرب ما نزدیک شدن ما به خدا بیشتر میشه با خدا نزدیکتر میشیم لذا حضرت میفرماید اللهم انی اتقرب الیک ذکری تو با ذکر تو به تو نزدیک میشیم به هر میزانی که به خدا نزدیکتر شدیم شناخت ما از خدا بیشتر میشه و ما برای همین خلق شدیم که خدا رو بشناسیم و این برگشت به درس هم نداره که انسان هر که درس میخونه نه نه اینطوری نیست تعبد بندگی خالصانه خالصانه بودن برای خدا خالص بودن برای خدا دست انسان را میکرده. بله سپاسگزارم از شما استاد در ادامه های مبارک حضرت امیر میخوانیم و به خدمت که موصوله این که شب و روز مرا به خدمت خودت قرار بده یعنی طور باشه که همیشه در خدمت خدا باشه حضرت امیر حالا از جایی که ما می دانیم خداوند به نیازی از خدمت غنیه برای ما توضیح ناد فرماید که منظور از این خدمت چه نوع خدمتیه چطوری یعنی خدمت به خدا میکنه حضرت امیر در واقع حضرت امین صلوات الله علیه وقتی اینجا میفرماید که شب و روزم را در خدمت خودت قرار بده مراد این است که خدا نیاز به خدمت ما دارد خدا غنی مطلق مراد در اینجا خدمت دین خداست و به خدمت که ما این شب و روزم را بازی تا آباد گردان و اینکه شب روزم به شب برسد در خدمت تو باشم و شبم به روز برس. مراد از خدمت که برای تو باشم برای تو اعمالم برای رضای تو باشه مراد این خدمت یعنی خدمت دینی خدا همین که کسی خالصانه در واقع برای خدا اعمالش رو انجام میده هر عمل خیری هر عمل خوبی را که انجام میده برای خدا واقع خدمت دین خداست نه. خدمت به دین خدا وظیفه ماست از در قرآن کریم هم داریم خداوند کریم میفرماید ان تنصر الله ينصركم به ثبت در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم در جزء 26 م قرآن ظاهرا خداوند میفرماید اگر خدا رو یاری کنید خدا شما رو یاری میکنه خدا نیاز به یاری ما نداره همین که ما مطابق دین خدا و دستورات پروردگار عالم بین اینان یک بنده عمل میکنیم این یعنی خدمتی به خدا این یعنی یاری کردن خدا یعنی یاری کردن دین خدا ما دین خدا رو یاری کردیم با عمل یاری کردیم کمک کردیم با اعمالمون کمک کردیم می میتونیم ما یاد خدا را ذکر خدا را دین خدا را در واقع با اعمالمون با گفتارمون با کردارمون زنده کنیم پس مراد از خدمت اینه که ما خدمت دین خدا در راه جلب رضای پروردگار عالم گام برداریم این میشه خدمتی به این میشه خدمتی به پروردگار عالم بله. سپاس بله بینندگان عزیز همونطور که شنیدیم برای این که آقابت به خیر بشیم لازمه که همیشه ذکر خدا بگوییم و بیاد مرگ باشیم یکی از چیزهایی که انسان آقابت به خیر میکنه و باعث میشه که انسان دل از این دنیا بکنه و به مال دنیا خوش نباشه فقط بیاد خدا باشه اینه که فقط بیاد مرگ باشه یک داستان رو خدمت شما به عرض میرسانم و بعد وقت ما کم کم به پایان میرسم یکی از دوستان میگفتن که مثلا شما ببینید الان اگر ما یک هتل یک جای خوب بریم پنج ستاره باشه حالا درجه یک باشه بهترین هتل توی دنیا باشه ما اونجا میریم خلاصه میخوابیم ولی دل به اون هتل نمیبندیم چرا چون میدانیم که اینجا باقی نمیمانیم از این هتل میریم بعد دو روز سه روز چهار روز میگفت ما هم اگر دنیا را همین طوری اگر حساب بکنیم بگیم که ما در اینجا ماندنی نیستیم مثل هم هتل یعنی ما از اینجا میریم هیچ وقت دل به دنیا نبندیم و موقعی که دل به دنیا نبندیم حتما هم در راه خدا هستیم و کارهایی که مورد مثلا غضب خداوند دست را انجام نمیدیم ان که خداوند همه ما را عاقبت به خیر بکنه و بینندگان عزیز فراموش نکنید که پول ارتباطی برنامه نور خدا مثبت 964 780 255 40 13 است و ان شاء سوالات داشتین پیشنهادات داشتین مطرح بکنید که ما در برنامه پاسخگوی به سوالات شما عزیزان باشیم برنامه ما همینجا به پایان میرسه امیدوارم که مورد پسند شما خوبان و عزیزان باشد تا برنامه بعدی شما را به خداوندی یک تا بارم. خداوند یار و مددگار شما <applause>